بر کسی پوشیده نیست. پادشاه فقید ایران دغدغه جز ایران پیشرفته نداشت و جدیدترین تکنولوژی های دنیا را در ایران به کار می گرفت. برنامه اتمی ایران در دوران پهلوی نه بهانه‌ای برای ویرانی و اخاذی از جهان، بلکه با هدف پیشرفت کشور و زندگی هرچه بهتر ایرانیان انجام شد. ورود تکنولوژی هسته‌ای به کشور در دوران پادشاهی پهلوی از مهمترین اقداماتی بود که می‌توانست مسیر دستیابی به ایرانی مدرن و از نظر اقتصادی پیشرفته را هرچه بیشتر هموار کند. در این حال اسلامگرایان که پیش از بهمن 57 نیز از هیچ عملیات خرابکاری برای تخریب حکومت پهلوی و رسیدن به قدرت دریغ نمی کردند، همواره با هر طرح و برنامه سازنده‌ای که موجب پیشرفت بود مخالفت می کردند. استفاده از انرژی هسته‌ای هم از این قاعده مستثنا نبود. آینده نگری از خصوصیات بارز محمد رضا شاه پهلوی بود. او که نفت را ثروتی ارزشمند می دانست و معتقد بود تا حد امکان باید از خام فروشی و یا سوزاندن آن برای تولید انرژی حذر کرد، به دنبال به کار گرفتن روش های نوین تولید انرژی مانند انرژی خورشیدی و انرژی هسته‌ای بود تا ایران نیز همگام با کشورهای پیشرفته به سوی آینده گام بردارد. در کاخ وزارت امور خارجه امریکا روز 14 اسفند به پیروی از اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه، آقای دکتر امینی سفیر کبیر ایران در امریکا با دریا سالار شتراوس رئیس کمیسیون نیروی اتمی امریکا و آقای ویلیام راونتری معاون وزارت خارجه آن کشور برای امضای قرارداد بین ایران و امریکا جهت استفاده از نیروی اتم در امور غیر نظامی ملاقات کردند. این قرارداد به دانشمندان ایران و امریکا اجازه خواهد داد که برای توسعه وسایل و طرق استفاده از نیروی اتم به خیر و مصلحت عموم مردم در رشته های پزشکی، کشاورزی، دامپروری و صنایع با یکدیگر همکاری نمایند. در اسفند 1335 برابر با مارس 1957 یکی از نخستین گام‌های شاه برای استفاده از انرژی هسته‌ای در ایران برداشته شد و طی آن توافقنامه‌ای میان ایران و آمریکا با هدف همکاری در تحقیقات و انتقال دانش هسته‌ای به کشور در راستای برنامه اتم برای صلح آیزنهاور امضا شد. شاه که مصمم بود این دانش را هرچه سریع‌تر برای تولید انرژی در ایران به کار گیرد، زمینه را برای آموزش و تحصیل جوانان ایرانی در رشته‌های مرتبط با دانش اتمی فراهم کرد تا دختران و پسران جوان و کارآزموده در مراکز اتمی ایران مشغول به کار شوند. چنین هم شد و ثمره تلاش شاه در سالهای بعد تعداد قابل توجهی دانشمند ایرانی در زمینه دانش هسته‌ای بود. تفکر آینده نگرانه شاه اما برای پیشرفت ایران مدرن حدی نداشت و برنامه‌هایی برای کشور در نظر داشت که نه تنها در تصور همسایگان ایران نبود، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز هنوز با آن فاصله داشتند. در خرداد 1346 برابر با ژوئن 1967 مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران تأسیس و سپس با یک راکتور اتمی تحقیقاتی 5 مگاواتی توسط آمریکا تجهیز شد. راکتوری که آمریکا سوخت اتمی بسیار غنی شده آن را تامین می‌کرد. یک سال بعد ایران در حالی پیمان منع گسترش سلاح اتمی را امضا کرد که سالها قبل در 1958 به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی هم درآمده بود. ایده ها و اهداف شاه برای رسیدن به کشوری مدرن با برنامه ریزی برای ساخت بیش از 20 نیروگاه اتمی در ایران و رسیدن به چرخه سوخت اتمی برای مصارف صلح‌آمیز در صدر برنامه های پادشاهی پهلوی قرار گرفت.
سازمان انرژی اتمی ایران در 1353 به عنوان سازمانی مستقل تأسیس شد و پس از صنعت نفت بیشترین بودجه به آن اختصاص یافت. شاه نشان داده بود که در استفاده از انرژی هسته‌ای جدی است و ایران قراردادهای متعددی با کشورهای غربی در ارتباط با راکتورهای اتمی امضا کرد. قرارداد ساخت نیروگاه اتمی 1200 مگاواتی بوشهر به وسیله یک شرکت آلمانی در زیرمجموعه زیمنس با همین هدف در 1353 منعقد شد. ساخت راکتورهای متعدد و تأمین سوخت هسته‌ای برای شاه کافی نبود و وی به دنبال بیمه کردن صنعت هسته‌ای ایران بود. ایران وام کلانی به ارزش 1,180,000,000 دلار به فرانسه که آن زمان از کشورهای پیشرو در غنی‌سازی اورانیوم بود داد و 10% از سهام یورودیف، شرکتی چند ملیتی در فرانسه که سوخت هسته‌ای تولید می‌کرد، برای ایران خریداری شد تا تأمین سوخت اتمی ایران تضمین شود. ولی با تغییر نظام پادشاهی به رژیم جمهوری اسلامی و افتادن حکومت به دست فرقه‌ای تبهکار که آمیخته ای از ارتجاع سرخ و سیاه است، همراه با شعار دشمنی با غرب، به یک بار ترمز پیشرفت ایران و در نتیجه برنامه هسته‌ای کشور را نیز کشید. با ناامنی ناشی از انقلاب اسلامی، شرکت‌های غربی یک به یک ایران را ترک کردند. حکومت اسلامی هم در آغاز تمام سیاست‌های سازنده و مدرنیزه کردن کشور را زیر سوال برد، تا جایی که نیروگاه‌های هسته‌ای را خیانت آشکار نامید. حکومت اسلامی که ترور، تبهکاری، دوری جستن از دنیای متمدن و تهدید جهان را به جای برنامه‌های ایرانساز پهلوی در سرخط سیاست‌های کشور قرار داده بود، چند سال بعد پس از آنکه بخش مهمی از منابع نظامی کشور را در جنگ 8 ساله با عراق به طمع رسیدن به قدس از راه کربلا از دست داد و فهمید که برای صدور انقلاب اسلامی و جهانگشایی فرقه‌ای، آنگونه که خمینی در نامه معروف خود گفته، به سلاح لیزر و اتم نیاز دارد، به فکر بازیابی صنعت هسته‌ای ایران آن هم در خفا افتاد و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را که در پایان دوره پهلوی بیش از 70% پیشرفت یافته بود، به روسیه کمونیستی واگذار کرد و بدین ترتیب مبالغ هنگفتی از دارایی‌های مردم ایران را با این بهانه به جیب روسیه ریخت و همزمان مخفیانه و بدون اعلام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم زد و زمانی که دنیا آگاه شد، تأمین سوخت نیروگاه اتمی تاریخ گذشته ای را که حتی آماده هم نبود بهانه کرد و دستیابی به انرژی هسته‌ای را به موضوعی حیثیتی برای خودش تبدیل کرد. اکنون دیگر مشخص است که جمهوری اسلامی با چه اهدافی دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای که آن را خیانت پهلوی می‌دانست در صدر برنامه‌های حیثیتی خود قرار داده است و با ادعای صلح‌آمیز بودنش اما مرتب در حال تهدید کردن کشورهای منطقه و غرب است. برنامه ساخت نیروگاه‌های متعدد اتمی در ایران و تأمین سوخت اتمی در دوران پهلوی می‌توانست خام فروشی نفت توسط ایران به عنوان یکی از مهمترین صادرکنندگان طلای سیاه در جهان را تا حد زیادی کاهش دهد، اتفاقی که معادل وحشتی بزرگ برای دنیا بود و منجر به افزایش قابل توجه بهای انرژی در جهان می‌شد. اما در جایگزینی پادشاهی پهلوی با نظام جمهوری اسلامی، وحشت کشورهای پیشرفته از عدم ارائه نفت ایران به بازارهای جهان نه تنها فروکش کرد، بلکه طی سالهای بعد اصرار زمامداران حکومت اسلامی در ایران راه را برای چپاول ثروت‌های ملی
ارزان فروشی نفت در سایه تحریم هایی که ناشی از سیاست های رژیم ولایت فقیه است و مهمتر از همه خالی کردن سفره مردم ایران بیش از پیش هموار نمود. این مردم به چه روزی انداختن که وای میسن تو صف تخم مرغ.